سرخط خبرها. انتقاد از رئیس جمهور غنی در برخورد با رقیب‌های سیاسی. ادامه کار از این حکومت نمی‌خواهیم. این حکومت مانع صلح و انتخابات می‌بینیم. حنیف حتمر می‌گوید رئیس جمهور در پی مهندسی انتخابات ریاست جمهوری آینده است. ایجاد یک هیئت ملی و فراگیر سال، خواست خلیلزاد از حکومت افغانستان. هیئت کنونی حکومت نتوانست به گونه مستقیم با طالبان گفتگو کند. این تیم در ترکیبش اضافگی میان، تغییرات میان که یک تیم فراگیر که مورد قبول عمه باشه در مرحله کنونی صلح او ایجاد میشه. استعدادها قربانی سهمیه بندی قومی. یک جوان در کنکور دانشگاه نظامی مارشال فهیم با گرفتن 312 نمره ناکام شده است. یک تأثیر بسیار ناگوار روی روحیم گذاشت. بیننده خبر ده از یک با من نصرت منصور هستید. مشروع خبرها حنیف حتمر میگوید باید در فاصله زمانی بین پایان کار حکومت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حکومت سرپرست به میان آید. این نامزد انتخاباتی با انتقاد از رویکرد رئیس جمهور غنی در برابر رقیب‌های سیاسیش میگوید در برابر برخوردهای غیرقانونی رئیس جمهور غنی از هر گزینه کار خواهد گرفت. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنان از تصفیه رقیب‌های سیاسی رئیس جمهور غنی از اداره‌های دولتی انتقاد میکند و تاکید دارد که رئیس جمهور غنی در پی مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است. ریاست جمهوری اما این ادعا را رد میکند و میگوید آنان حاضر هستند و این انتقادها پاسخ قانونی دهند. نرگس رخش گزارش میدهد. در میان کش و قوس‌های اخیر در پیوند به سال‌های انتخابات، آقای حتمر مشاور و شریک پیشین رئیس جمهور غنی که حالا رقیب انتخاباتیش است، آمده تا دیدگاه تیم انتخاباتیش را با مردم شریک کند. آقای حتمر میگوید که از تلاش‌های صلح از سوی آمریکا پشتیبانی می‌کند، اما خاطر نشان می‌سازد که صلحی با حفظ دستاوردهای 18 سال پسین می‌خواهد. آقای حتمر همچنین نشست مسکو را آغاز یک گفتگوی بین الافغانی می داند و از حکومت می خواهد فرصتهای ایجاد شده را از دست ندهد و اما با انتقاد از حکومت تأکید دارد که اقدامهای ریاست جمهوری در برابر تلاشهای صلح تا کنون ظالمانه و بر ضد صلح بوده است. پر حکومت باندی جخ کن چه دا یو تاریخی فرصت دی چه بین الافغانی خبری پیل سوی دی باید دا فرصت دلا سولار نسی مسئولانه چلند وسی اوسی وخت دی چې حکومت د محترم او سیاسی مشرانو سره او مدني مشرانو سره کښینی یو ځای مشوره وکړي او پر یو ملي ټیم د مذاکراتو د پاره موافقه وکړي. این نامزد انتخاباتی اما میگوید در کنار به مشوره گرفتن چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و صلح با طالبان باید در لوی جرگه مشورتی روی ایجاد حکومت سرپرست تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز بحث شود. پیشنهادی که به باور بسیاری ها منظور همان حکومت موقت است. در حال حاضر 12 نفر از بهترین شخصیت‌های سیاسی و اداری نظام ما که پیوند داشتن به تیم صلح و اعتدال یا از وظایف حکومتیشان برکنار شدند و یا مجبور به استعفا شدند. اقدامات ما صرفاً و صرفاً قانونی خواهد بود. اقدامات ما مدنی و مردمی خواهد و تمام گزینه‌ها را روی میز می‌گذاریم. حنیف حتمر از سوی از تصفیه سیاسی همپیمانانش از اداره‌های دولتی سخت انتقاد می‌کند و می‌گوید ریاست جمهوری با رویکردهای سلیقه‌ای در پی مهندسی انتخابات آینده است. او هشدار می‌دهد در برابر این اقدام‌ها خواهد ایستاد و از هر گزینه‌ای استفاده خواهد کرد. اساس قانون اساسی راه حل بر مشکلی باید پیدا بکنیم، مخصوصاً رهبری
حکومتی دوره ای که بین اتمام دوره این حکومت و حکومت جدید داره واقع میشه باید یک راه حل قانونی پیدا بود. همینطور یک حکومت نامش واضح در قانون اساسی ذکر نیست. شما میتونین او را موقت بگوین، شما میتونین او را سرپرست بگوین. اما آنچه بر ما مهم است دو مسئله است. یکی ادامه کار از این حکومت نمیخواییم. این حکومت مانع صلح و انتخابات میبینیم. دو، بر اساس قانون اساسی راه حل میخواییم. پاسخ ریاست جمهوری اما به این انتقادها چیست؟ جالب است که تطبیق قانون اونا توجیه میکنن یا برشان یک نام میگذارن که قوی قهریه را استفاده میکنن. آیا مردم افغانستان تطبیق قانون را نمیخواید؟ تطبیق قانون اگر هر جای هر اقدامی را که حکومت افغانستان کرده به اساس قانون نیست بفرماین، شواهد و اسناد مستند ارائه کنن تا مردم افغانستان ببینن. با عصبانیت، با احساسات، با گپایی که هیچ ربط نداره، با گپای بی بنیاد مردم دیگه بازی نمیخورن. شماری به این باور هستند که انتقاد متحدان سیاسی پیشین رئیس جمهور غنی انتخاباتی است و فضای تازه سیاسی در کشور زمینه جنگ لفظی سیاسیون را به منظور امتیازگیری بیشتر فراهم ساخته. از جانبی منتقدان غنی در پی به اعتبارسازی او هستند و از سوی دیگر رئیس جمهور غنی با تقویت جایگاه سیاسیش در پی ادامه قدرتش در کشور است. زلمه خلیلزاد در دیدار با رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح از حکومت افغانستان می‌خواهد که یک هیئت ملی و فراگیر برای گفتگوهای صلح ایجاد کند. شمار از حزب‌ها و آگاهان سیاسی نیز از این خواست آقای خلیلزاد استقبال می‌کنند و می‌گویند تا زمانی که یک هیئت ملی متشکل از نماینده‌های حزب‌های سیاسی و نهادهای جامعه مدنی ایجاد نشود، طالبان حاضر نخواهند شد که با حکومت گفتگو کنند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از حکومت افغانستان خواسته است که برای گفتگوهای صلح یک هیئت ملی فراگیر ایجاد کند. آقای خلیلزاد این پیشنهاد را در دیدار با اعضای رهبری شورای عالی صلح مطرح کرده است. خواسته که حالا با استقبال شماری از حزب‌های سیاسی نیز روبرو شده است. میگویند یک هیئت فراگیر متشکل از نماینده‌های حزب‌های سیاسی و نهادهای مدنی باید شکل گیرد. هیئتی که قبلا گماشته شده بود، هیئت از هر لحاظ کمبودی‌های خود داشت. از لحاظ از اینکه نمی‌توانست که از مردم افغانستان نمایندگی بکنه، جریان سیاسی نمایندگی بکنه، بیشتر جنبه حکومتی گپا داشت. به او خاطر طالبان حاضر به این نشدن که با اونا داخل گفتگو مذاکره شود. حزب سیاسی شامل شود و همچنان فعالین مدنی و بخصوص فعالین حقوق زن شامل شود. این میتونه که فراگیر باشه، اما شمول باشه و نمایندگی از تمام مردم افغانستان کنه. حدود دو ماه پیش نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان چون این درخواست را از طالبان نیز کرده بود. در آن زمان حکومت افغانستان در کنار برد مشورتی صلح یک تیم 12 نفری را هم بر ریاست سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهوری برای پیشبرد روند صلح معرفی کرد. هیئتی که در نخستین سفرش به ابوظبی نتوانست طالبان را ملاقات کند. اکنون اما ریاست جمهوری میگوید که تمام جریان‌های سیاسی در روند گفتگوهای صلح داخلند و در صورت نیاز هیئت فراگیری ملی نیز ایجاد خواهد شد. تیم باشه که منسجم باشه با اساس قانون اساسی افغانستان و با اساس ارزش‌هایی که مردم افغانستان رو لیست کردن با اساس از او اقدام کنن. اینی تیم است و این تیم در ترکیبش اضافگی میان، تغییرات میان که یک تیم فراگیر که مورد قبول عامه باشه در مرحله کنونی صلح او ایجاد میشه. از سوی باورها بر این است که حکومت تا کنون یک راهبرد درست به خاطر گفتگو با طالبان نداشته و به همین دلیل نتوانسته که در روند گفتگوهای صلح پیشرفتی داشته باشد. میکانیزما را اصلاح بکنه، نهادهایی که گفتگوها را باید پیش ببرند باید مشروعیت قانونی خودش پیدا بکنند تا همه شمول شوه این گفتگوها. فعلا بحث جنگ و صلح افغانستان در گرو یک حلقه است که هم با جنگش و هم با صلحش میخواهد بازی انتخاباتی خودش بکنه. به باور آگاهان دلیل این که تا کنون گفتگوهای صلح افغانستان نتیجه بخش نبوده نبود یک اجماع ملی و جهانی است.
پیش از این بارها رئیس جمهور غنی تاکید کرده که گفتگوهای صلح تنها از مجرای حکومت افغانستان صورت گرفته میتواند. شماره از آگاهان میگویند که لغو سفر هیئت طالبان به پاکستان یک برنامه از پیش تنظیم شده به هدف فراهم ساختن زمینه برای بیرون ساختن نام رهبران این گروه از فهرست تحریم های سازمان ملل متحد بوده است. منابع نزدیک به طالبان هم میگویند که یکی از دلیل های لغو این سفر اختلاف ها میان برخ رهبران و فرماندهان نظامی و سیاسی طالبان درباره چگونگی این نشست بوده است. همزمان ریاست جمهوری میگوید هرچند این سفر لغو شده، اما کابل انتظار دارد تا اسلام آباد موقف رسمی خود را درباره دعوت از اعضای هیئت طالبان اعلام کند. سجاد محمدی گزارش میدهد. به نظر میرسد طرف های درگیر در روند صلح افغانستان هر کدام با راه اندازی بازی های پیچیده در تلاش به دست آوردن سود بیشتر برای خود هستند. یکی از این موردها موضوع سفر هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر به اسلام آباد است که از سوی طالبان در دقیقه 90 لغو شد. طالبان دلیل این کار را نیز قرار داشتن نام شماره از اعضای هیئت این گروه در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد خوانده است. در حالی که دست کم در یک سال اخیر همین هیئت به شماری از کشورها از جمله روسیه، پاکستان، ایران، چین، ازبکستان و اندونزیا سفر کردند. منابع نزدیک به طالبان میگویند که این گروه با لغو سفر به اسلام آباد چند هدف را همزمان دنبال کرده است. نخستین که با این کار میخواهند زمینه را برای بیرون ساختن نام رهبرانش از فهرست سیای آمریکا و سازمان ملل متحد فراهم بسازند. در کنارش نشان دهند که این گروه مستقلانه تصمیم میگیرند و زیر تاثیر اسلام آباد قرار ندارند. همچنان در صورت دیدار هیئت طالبان با ولیعهد عربستان که در یک سفر رسمی همین حالا در پاکستان به سر میبرد، متحدان دیگر طالبان همچون قطر و ایران ناراض خواهند شد. هرچند گزارش ها از اختلاف ها میان برخی از فرماندهان و رهبران طالبان نیز در مورد چگونگی این سفر وجود دارد. زین کوچنی نظامی قماندانان هغه ته قناعت ورکوم په کار وو، ممکن دا کار وشي. ډیر مهمه دا ده چې پاکستان غوښتل چې د افغانانو د طالبانو د موضوع په سر نور امتیازات ترلاسه کړي. په طالبان د ټکس ته متوجه دي او نه غواړي چې د دوی په سر باندې د نور قمار وکړو، د نور ګټه دې خوندي شي. شمار از آگاهان نیز میگویند که طالبان با لغو سفرشان به اسلام آباد میخواهند زمینه را برای بیرون ساختن نام رهبران این گروه از فهرست سیای سازمان ملل متحد فراهم بسازند. آنان باور دارند که طالبان در همکاری نزدیک با پاکستان در تلاش به دست آوردن بیشترین سود از روند صلح هستند، اما حکومت افغانستان همواره واکنشی عمل کرده و برنامه مشخص در این زمینه ندارد. با باور ما ممکن یک بازی باشه، به خاطر اینکه پاکستانی ها نخواستند که در این گیم به شکلی که لازم است مداخله بکنن و یکم فشار باشه که بعد طالبا از لست سیاه برند، در غیر از ملاقاتایشان صورت نمیگیره و بالای امریکا یک اندازه فشار وارد کنند. در همین حال ریاست جمهوری میگوید که پناهگاه های طالبان همچون شورای کویته و شورای پشاور در خاک پاکستان روشن است. سخنگوی ریاست جمهوری تاکید دارد که کابل انتظار دارد تا اسلام آباد نیز موقف رسمی خود را درباره دعوت از هیئت طالبان اعلام کند. موقف رسمی از طرف حکومت پاکستان در این مورد هنوز اعلام نشده و ما امیدوار هستیم که اونا هم موقف رسمی خود داشته باشند که آیا دعوت از طرف پاکستان صورت گرفته بود یا طالبان خودشان اعلام داده بود. در اون موارد حکومت افغانستان این موارد بسیار با دقت و جدیت بررسی میکنه و نظارت میکنه و در مراحل که باید بر تصمیم گیری ضرورت باشد تصمیم خود میگیره. اما نخست وزیر پاکستان میگوید که اسلام آباد به دنبال پایان دادن به جنگ افغانستان از راه حاضر کردن طالبان به پای میز گفتگوها با آمریکاست. همکنون پاکستان با کمک به ایالات متحده و طالبان برای نشستن به میز گفتگو میخواهد یک نقطه پایان بر جنگ 17 ساله افغانستان بگذارد. پیش از آمدن اتحاد جمهوری های شوروی به افغانستان در دهه 80 میلادی پاکستان یکی از صلح‌آمیزترین کشورهای جهان بود. ما هرگز گواه هراس‌افگنی و افراط‌گرایی در پاکستان نبودیم. افراط‌گرایی پس از دهه 80 و بخصوص پس از 11 سپتامبر به پاکستان آمد و عامل آن هم اتفاقها در افغانستان بود.
اگر در افغانستان صلح برقرار شود، تمام منازعه های منطقه فروکش خواهد کرد و همان طور شد که پیش از دهه 80 بود. پیشتر از آن وزارت امور خارجه نیز نسبت به دعوت از آن شما رهبران طالبان که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند، از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده بود. گفته می شود که 5 تن از اعضای هیئت گفتگو کننده طالبان که 4 تنشان از زندان گوانتانامو آزاد شده، در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند. آقای میاگل وسیق، آگاه امور سیاسی، هم اینجا در استودیو با من هستن و در مورد صلح بیشتر بحث میکنیم. آقای وسیق، از نظر شما فکر نمیکنین که راه اندازی بازی های پیچیده است از سوی طرف های درگیر در بحث صلح افغانستان، این بحث را به حد پیچیده ساخته که امیدواری را نسبت به نتیجه او هم کم میکنه؟ منم خدا، من سلام ادب خدمت شما، بیننده تلویزیون شما. متاسفانه این مشکلات وجود داره. با گذشت هر روز یک معادله که اگر خواسته باشیم به حلش برسیم بسیار ساده هست، و اگر بخواهیم که یک مقدار روی منافع خود سرش هر کدام تمرکز بکنه، بازی پیچیده شده میره. از یک طرف داخل مشکلات وجود داره، سیاسیونی که هستن متاسفانه با یک صدا در یک خط ملی یک صدا را بلند بکنن و او خط واحد باشه، خط سرخ ملی باشه. پیش از اینکه به مورد دیگه برین، اگر حرفتون یادتون نره، و حداقل سیاسون افغانستان چه با خطهای متفاوت جدا کرده؟ متاسفانه در گذشته هم چون امی روحیه که یک مقدار زیاد به خود باوری، یعنی خود باوری یک مقدار ضعیف بوده و اکثرا منتظر حوادث و در این حوادث نقش خود پیدا کردن که از خود نقش خلق نکردن، فقط پشت نقش خود گشتن که کس دیگه نقش برشون بده. این یک مقدار خودباوری را ضعیف ساخته و ما همواره به دنبال کسایی رفتیم که برای ما گویا صلح میره، برای ما گویا جنگ دامن میزنه یا هر گپی که است. یعنی خود ما فکر نکردیم و روی مسائل عمده ملی که ما بتونیم واقعا، خصوصا موضوع صلح، انکشاف، ایو یک عالم گپای است که دی وطن که ما یک موقف واحده. من فکر میکنم تمام افغان ها که واحد هستند ولی نمیتونن واحد شوند، که او ای است که همه میخوان که صلح به افغانستان بیه، ولی چگونگی از امیره در قدم نخست هر قدر پاشیده باشن، هر قدر هر کدام در پای جای جایگاه خود و حفظ منافع شخصی خود یا گروپی خود باشه، این یک مقدار متفرق میشن. هر قدر متفرق شون اما قدر ضعیف جلوه میکنه. من فکر میکنم در یک خط ملی این بسیار با اهمیت بود برای ما، سر مسئله کل عام ملی در خط. باز بعدا میشد که در داخل سر بعض مسائل بحث بکنیم، ولی متاسفانه که یک جهت است. و جهت دیگه که کشورهای زی داخل به گونه کوشش میکنن که امی کتگوری ها یا اطراف یا افراد یا را به گونه به خاطر به اصطلاح اونم اهدافی که دارن یا را به یک شکل در این بازی مصروف بسازن. این چیز است که هر کدام منافع خود دنبال میکنن و طرف که طرف جنگ، دو طرف جنگ که دولت افغانستان طالبا بوده عمدتا، بعدا باز داعش و القاعده، که خب اکثر یا این طرف دولت افغانستان امروز به گونه گای گای دور زده میشه، گای گای تلاش میشه که گویا به حاشیه بره، یا گای گای اینطور جلوه میکنه. من مطبوعات که تعقیب میکنم که گویا دولت افغانستان مانعی است برای رای صلح. من فکر میکنم اول این را تعریف بکنیم که صلح ما میخواییم. در صلح چی را میخواییم؟ میخواییم آزادی های خود از دست بدیم؟ میخواییم ارزش های خود از دست بدیم؟ یا ما میخواییم که واقعا به صلح برسیم، ارزش هایی که تا امروز آمده دیگه هم غنی شد؟ حداقل با توجه به همین بحثی که شما مطرح کردین، روایت های متفاوتی ایجاد شده. یکی صلح است که آمریکا دنبال او است و میخواه بالاخره به او صلح بیاید در افغانستان، و بدون شک که پاکستان هم خودش شریک استراتژی که آمریکا میدونه در رسیدن به این صلح در افغانستان، و یکی هم روایت است که حکومت افغانستان را میکنه و محکم است بر جایگاه خودش که باید حداقل ارزش های مردم افغانستان را بهانه قرار داده که قربانی نشه.
فکر میکنین کدام دیدگاه بیشتر واقع‌گرا با شرایط افغانستان پیش میره و کدام دیدگاه فقط دنبال یک سال هست که پیامد او شاید برای آینده سیاسی افغانستان خوب نباشه؟ من فکر میکنم بین که طور محاسبه بکنیم. امروز هم افغان ها بیشتر گفتم که در یک نقطه صلح میخوان، ولی هرگاه تجارب گذشته، متاسفانه تجارب تلخ داریم که ما به یک صلح نباید برسیم که صلح زود گذر باشه. ما به صلح که راه را باز بکنه بر ثبات دائمی در افغانستان، این بر ما اهمیت داره. آیا با اونو اهداف استراتژیک کشورهای منطقه، خاصتا کشور همسایه که وجود طالبا پایگاه و جایگاه و ایگه پایشان بوده، آیا امیار برای چی ایجاد کرده بود؟ برای چی حمایت میکرد؟ آیا به امو اهداف خود رسیده؟ من فکر میکنم از یک طرف گفته میشه که ما همکار پروژه سال هستیم و میمزد مذاکره که این کار که بکنن صادقانه واقعا این قابل قدر است. من فکر میکنم گپ اساسی است که امی که حمایت نشه گروه مخالف دولت همسایه که افغانستان است، این کلان کمک است. یعنی امی مخالفین دولت حمایت نشه، ولی دوجه قرارگاهش است، دوجه تربیتگاهش است، دوجه آموزشگاهش است، دوجه شب و روز زندگی میکنن، باید به یک شکل اون ادامه میشه که ما یارو دعوت میکنیم برای نشست. من فکر میکنم تا اینی گپ صادقانه نباشه و که صادقانه نیست متاسفانه، به خاطر از اینکه اهداف را که دارن تا دیروز در جنگ نشد و امروز جامعه جهانی هم خسته شده و ایالات متحده امریکا میخواهد که صلح شود. اینی صلح با کدام قیمت؟ با قیمت از اساساً تمام ارزش‌ها. این می مدت زمانی که این خون ریخته شده، پول مصرف شده. آقای وسیق، سوال این است که چون وقت برنامه بسیار اندک است، ارزش ها وقتی ازش صحبت میکنیم، ما باید برنامه و مدیریت درست برای ارزش ها داشته باشیم. حکومت افغانستان حداقل یک هیئت گفتگو کننده را ترتیب داد که اکثرا حکومتی بود و حاضرم نشد طالبا که با این هیئت گفتگو کنه. و حالا آقای خلیلزاد از حکومت میخواهد که یک هیئت فراگیر باید شکل بدن. اساسا حکومت افغانستان خودش این باریکا رو متوجه نمیشه که باید خارجی ها بفهمانن بعد حکومت اقدام بکنه. خب همونطور که گفتم، هر کدام منافع خود داره و هر کدام از دید خود، کسایی که دخیل است خاصتا ایالات متحده امریکا، به دنبال از است که هرچی زودتر و سریعتر و با بسیار عجله سل بیا. ولی من فکر میکنم خب این قابل قدر است که تلاش ها را میکنه، اما سلی که تضمین وجود نداشته باشه که فردا دوباره به جنگ بره، سلی که تضمین وجود نداشته باشه که همه ارزش ها قربانی شود، همه خونهایی که ریخته شده یا همه مصارف مالی که شده، این حاله که وقتی که میخواین دولت ایالات متحده آمریکا نماینده خاصشون آقای خلیلزاد، من فکر میکنم در یک تفاهم با دولت افغانستان. اساسا مردم افغانستان در این بین بسیار مهم هستند، همونطور که شما گفتین ارزش های مردم افغانستان، تضمین هم باید مردم افغانستان بگیرن. بله. اما مهم است که این تضمین باید از حکومت که یک روایت از سال داره گرفته شود، از آمریکایی که به عنوان یک متحد باقی است در افغانستان، و یا از کشورهای منطقه که منافع خودشان رو دارن، همونطور که شما گفتین. خب من فکر میکنم ما نمیتونیم مجرد تصمیم بگیریم، چون این جنگ بود صرفا داخلی نداره، بود خارجی داره، هم تضمین منطقوی، تضمین بین‌المللی و هم در داخل کشور که ما امنی ارزش‌ها را حفظ کنیم. و یکی شما میگین دولت افغانستان، من فکر میکنم امروز دولت افغانستان به نمایندگی از مردم افغانستان، چون یک طرف قضیه است، باید بشینه و به این شکل پراگندیش نی تلفیق از اینی به اصطلاح نظریات همه طرف ها، که امروز شما میبینین که هر قدر دامنه جنگ و تروریسم وسیع شده میره. شما دیدین در بلوچستان ایران حادثه اخیره، شما دیدین در کشمیر هر قدر که چیز شد، همه قدر ابعادش وسیع تر شده میره و دنیا و منطقه ازی چیز خواهد بود، متضرر خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم در داخل و در خارج، در منطقه و در سطح دنیا، همه کشورهای درگیر، این تلفیق از این نظریات و یا خواستها بالاخره میتونه به یک توافق برسن و به یک اجماع کلی که باز بود از او سال در افغانستان بیده. غیر از او من فکر میکنم فقط زیای وقت خود بود و ما به نتایج مطلوب به این شکل نخواد رسیدیم. سپاسگزارتان آقای وسیق. سهم‌بندی کانکور بر اساس قوم در دانشگاه نظامی مارشال فهیم سبب شده تا یک امتحان دهنده با گرفتن بیش از 312 نمره
ناکام شود و فرد دیگر اما با گرفتن 145 نمره کامیاب شود. عصمت الله علیزاده یکی از شرکت کنندگانی که در آزمون کنکور دانشگاه نظامی مارشال فهیم 312 نمره گرفته اما ناکام شده است میگوید نتیجه این آزمون برایش تاثیر ناگوار روانی بر جا گذاشته است. او میگوید خانواده‌اش اقتصاد بسیار ضعیف دارد و سهم بندی قومی کنکور با او ضرر مستقیم رسانده است. خشت اول گر نهد معمار کچ، تا سریا می رود دیوار کج. این بیت معروف به سهمیه بندی قومی کنکور در کشور صدق می کند. نتیجه کنکور آزمون دانشگاه نظامی مارشال فهیم اما از لحاظ معیاری پایان معکوس دارد. ما هم دنبال یکی از اشتراک کنندگان هستیم که با وجود کسب 312 نمره در امتحان کنکور دانشگاه نظامی مارشال فهیم اما بد دلیل تکمیل شدن سهمیه قومش بی نتیجه مانده است. عصمت الله علیزاده در ولسوالی خاص اروزگان زاده شده. مکتب را نیز در همین محل تمام کرده است. در یکی از گوشه های غرب کابل با جمعی از دوستان و همسنفانش در یک خانه کرایی زندگی می کنند و سالها به خاطر آرزوی به اتمام رساندن تحصیلات عالیش صد رنج و غم را متحمل شده است. او میگوید در 17 میزان سال جاری در امتحان کنکور دانشگاه نظامی مارشال فهیم شرکت کرده اما حالا نتیجه این آزمون او را شوکه کرده است. به یک تاثیر بسیار ناگوار روی روحی ما گذاشت. دیگه بعد از این ما بسیار متاثر شدم که چطوری قسم شد با این همه مشکلات و زحماتی که ما سپری کردم بازم ما به هیچ ناکام ماندم. او علاقه ویژه به آموزش های نظامی دارد اما قربانی سهمیه بندی قومی کنکور شده است. او به دلیل هزاره بودن از ولایت اروزگان با اخذ 312 نمره در کنکور به دلیل تکمیل شدن سهم هزاره ها بی نتیجه مانده است. در حالی که هم ولایتی دیگرش که وابستگی قوم دیگر دارد با گرفتن 145 نمره به دانشگاه نظامی مارشال فهیم راه یافته است. واقعا جفا به حق کسی که مثلا اشخاصی هستند در این مملکت که میخواین واقعا خادم این وطن شوند و به این وطن و به این مردم خدمت بکنن. دیگه البته هر کسی که باشه می احساس پیدا میکنه. هم اتاقی های عصمت الله میگویند از این که سهمیه بندی کنکور استعدادها را نابود میکند نگران آیندهشان هستند که مبادا با سرنوشت عصمت الله روبرو شوند. عادلانه نیستند. کسی با 145 نمره کامیاب شود و عصمت الله علیزاده با اخذ 312 نمره ناکام بماند. وزارت دفاع ملی ما میگوید این وزارت در برگزاری آزمون کنکور نقشی ندارد زیرا سهمیه بندی طرح حکومت بوده است. هرچند مردم افغانستان سال هاست که از بی‌عدالتی های اجتماعی رنج میبرند اما به نظر میرسد اکنون روند آموزش و پرورش نیز رنگ قومی به خود گرفته است. دی نتیجه بسنگه دی سر با هم پامتون په تکلیفی هم با استادان په تکلیفی او هم خپل هغه ملموسه نتیجه چې مونږی غواړو چې ورسیږو ورته او د دې ځوان د روزلو نه وروسته د مصدر خدمت وګرځي فکر کوم چې درسته نتیجه به ورنکي. بر بنیاد طرح سهمیه بندی قومی کنکور آنانی که از تحصیل باز میمانند فرصت های کاری را نیز از دست میدهند زیرا شرط اصلی کار در کشور مدرک تحصیلی دانسته می شود. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت تحصیلات عالی و کمیته ملی کنکور را داشته باشیم اما بعد تماس های ما پاسخ ندادند. در ادامه خبرها، ناکامی حکومت در مبارزه با پولشویی. افغانستان در فهرست سیاه کمیسیون اتحادیه اروپا قرار گرفته است. کشته شدن دو کارمند معدن طلای نورابه. افراد مسلح غیرمسئول در ولسوالی چاهاب با هم درگیری کردند. افغانستان به دلیل مبارزه نکردن با پولشویی در فهرست سیاه کمیسیون اتحادیه اروپا قرار گرفته است. بانک مرکزی کشور میگوید که تلاش‌های زیاد در بخش جلوگیری از پولشویی صورت گرفته و اما در صورتی که افغانستان شامل فهرست سیاه این کمیسیون قرار گرفته باشد ناعادلانه است.
در فهرست سیای کمیسیون اتحادیه اروپا کشورهای شامل می شود که از هراس افغانان و گروه های جنایتکار پشتیبانی کنند و نیز در این کشورها پولهای غیر قانونی قابل بازپرس نباشد. تا حال در این فهرست 23 کشور به شمول پاکستان، عربستان و ایران قرار گرفته است. گزارش‌های وجود دارد که کمیسیون اتحادیه اروپا به تازگی افغانستان را شامل این فهرست ساخته و در آخرین مورد در این باره یادداشت رسمی به وزارت خارجه افغانستان فرستاده است. وزارت امور خارجه نخواست در این باره با ما گفتگو کند. اما بانک مرکزی می‌گوید که برای جلوگیری از پولشویی در یک سال گذشته 29 اکانت بانکی را بسته کرده و 8 جواز عرضه کنندگان خدمات مالی را لغو و 17 جواز دیگر را به حالت تعلیق درآورده است. این بانک تاکید دارد که در سال 2018 میلادی نزدیک به 1.5 میلیون معامله پولی را ارزیابی کرده است. بانک مرکزی راپور آخری را که شما به اشاره میکنین که گویا بانک که گویا افغانستان در لیست سیاه در زمینه به خاطر پولشویی در لیست سیاه قرار گرفته ایره به اساس میدانه، با این موافق نیست، غیر عادلانه میدانه. افغانستان و به نمایندگی از افغانستان بانک مرکزی در زمینه پولشویی دستاوردهای زیاد داره که خوشبختانه مورد نهادهای معتبر جهانی هم قرار گرفته. یک کمیشنر اتحادیه اروپا در امور عدلی گفته است که معیارهای بلند جهانی در رابطه با مبارزه با پولشویی در اتحادیه اروپا ایجاد شده و نباید پول سیاه از دیگر کشورها وارد سیستم مالی این اتحادیه گردد. برخ آگاهان اقتصاد به این باورند که تولید تریاک و موجودیت هراس افغانان در کشور راه را برای پولشویی در افغانستان هموار کرده و بانک‌های کشور توانایی مبارزه با آن را ندارند. ارتباط می‌گیرد به تمویل تروریسم در افغانستان و این صلاحیت بانک‌ها و بانکداری خارج است. میلیاردها دلار در اینجا به خاطر دوام جنگ نیابتی جریان دارد. به این خاطر ای را یک متشبث خصوصی که رئیس یک بانک است یا بانک داره رو کنترل کرده نمیتونه. سخنگوی رئیس جمهور نیز در واکنش به قرار گرفتن افغانستان در فهرست سیاه کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید دارد که اقدامهای جدی برای آوردن اصلاحات در سیستم مالی کشور مد نظر گرفته شده است. اصلاحات در نظام مالیاتی افغانستان آغاز شده در 3 سال گذشته و معیارهایی که لازم است که شفافیت تضمین کنه بر از او پیش میره. به خاطر ازمی در 3 سال یا 4 سال گذشته عواید افغانستان ما تانستیم که 90% افزایش بدیم. در این بخش صحبت‌های تکنیکی جریان دارن و اصلاحات جریان دارن و تعهد حکومت افغانستان بر مردم است که تمام امور مالی افغانستان به شیوه خوب و شفاف مدیریت میشه. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیش از 250 نهاد مالی مشکوک تحت نظارت این بانک قرار دارد و در صورت که این نهادها اسناد جعلی ارائه کنند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. در سال 1393 مجلس نمایندگان افغانستان قانون منع پولشویی و تمویل تروریسم را تصویب کرد، اما روشن نیست که آیا این قانون به گونه درست عملی می شود و یا خیر. آقای سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان هم اینجا با من هستن و در مورد این که افغانستان چرا نتونسته با پولشویی مبارزه بکنه و در فهرست سیاه کمیسیون اتحادیه اروپا هم قرار گرفته دلیلش را بیشتر بدانیم. آقای افضلی بسیار تشکر که وقت گذاشتین. در آغاز میگم که تلاش برای مبارزه با پولشویی در افغانستان صورت نگرفته یا اگر صورت هم گرفته ناکام بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و تمام بینندگان تلویزیون یک. شما میدونین که افغانستان چند سال قبل یک قانون مبارزه با پولشویی را ترتیب کرد و بالاخره مریض اجرا است فیران، اما متاسفانه که تمام قوانین دیگر که در افغانستان ما میبینیم به مثل از او قانون منع پولشویی هم بروی کاغذ مانده متاسفانه و مبارزه با پولشویی به یک کار نهادینه شده تبدیل نشده متاسفانه. و ما شما میفهمیم که افغانستان یکی از کشورهای است که بلکه کشور است که بزرگترین تولید مواد مخدر در اینجا صورت میگیره
و این پول که این مواد مخدر که از افغانستان بیرون میشه طبعا برای یک پول بسیار زیاد انگفت نیاز است که باید داخل افغانستان شود و پس از افغانستان بیرون میشه. این جریانات پولی غیر مشروع چیز است که اعتبار افغانستان متاسفانه در سطح بین‌المللی به یک چالش جدی مواجه کرده. ما شما میفهمیم که در افغانستان سیستم حواله وجود داره و شما میتونید از طریق سیستم حواله پول هر گونه پول که باشه، پول پاک و ناپاک را میتونید که شما از هر نقطه افغانستان به دیگر نقطه افغانستان روان بکنین و میتونید به هر نقطه جهان از اینجا روان بکنین. بودن چنین سهولت ها طبعا از یک طرف ما یک اقتصاد غیر رسمی داریم برای ازو سهولت ها را ایجاد میکند، درست است که یک نقش بسیار مهم در اقتصاد ما داره، اما از طرف دیگه زمینه سازی برای جرایم و برای تمویل تروریسم هم میکنه. ای که این پول ها که از کشورهای مختلف به مخالفین مصالح افغانستان به افغانستان میرسه و همچنان برای حامیان تروریسم و تروریست ها میرسه در افغانستان، این پول های است که واقعا از این چینل های غیر رسمی و چینل هایی که بسیار به یک شکل جرمی وجود دارن و زمینه سازی میکنن از این طریق صورت میگیره و یک رابطه تنگاتنگ بین همین سیستم حواله و سیستم بانکی در افغانستان است. طبعا که ما بعض بانک های بسیار خوب هم داریم که متاسفانه اونا هم از این متضرر میشن، اما در مورد بانک ها آقای افضلی بگونه جداگانه بس خود کردیم. من دقیقا به این اول در مورد حکومت افغانستان، حکومت در سیستم مالی خودش تانسته کار سهولت هایی را ایجاد بکنه که به نوع بتونه جلو پولشویی را بگیره یا نتانسته متاسفانه؟ در روی کاغذ این ساخته شده و به اون دلیل است که یکمک اعتبار افغانستان در سیستم فتف که یک نهاد بین‌المللی است و نهادهای مختلف را، کشورهای مختلف را اینا ردبندی میکنن و افغانستان در گذشته در لست خاکستری بود، از لست خاکستری برآمد افغانستان. یک پیشرفت خوب بود، اما وقت قانون فقط روی کاغذ میمانه و کشور ما بالاخره به حیث یک تهدید برای کشورهای دیگه دیده میشه که اتحادیه اروپا در مورد ازی دیدن و تصمیم گرفتن که خب نه تنها افغانستان بلکه بیشتر از 20 کشور به این مشکل مواجه است که زمینه سازی میکنه برای پول غیر مشروع و برای خب اقتصاد جرمی و همچنان مواد مخدر و تروریسم و بالاخره همین پول ها به یک شکل رای خود پیدا میکنه به خود سیستم اروپایی و در اونجا اینا باز میتونن که سوء استفاده بکنن و میتونن که حتی شبکه های جرمی و تروریستی را اونجا تمویل بکنن. از اون دلیل اینا مجبور شدن که باید افغانستان به مورد اضافه بکنن. آقای افضلی، در مورد اقتصاد افغانستان ما میخوایم یک مورد اشاره کنم، چون کمیسیون اتحادیه اروپا افغانستان در فهرست شامل کرده. ما نشست های متعدد همین اتحادیه اروپا و ناتو را داشتیم در سالهای گذشته که تعهدات دو طرف ارزیابی میکردن و مشخصا تاکیدشان بر افغانستان مبارزه با فساد و بحث اصلاحات بود که باید ایجاد شده که بدون شک مبارزه با پولشویی هم ربط میگیره به بحث اصلاحات. حکومت افغانستان قادر نیست که مبارزه بکنه با این مسائل، امی توانایی و ظرفیت در حکومت افغانستان وجود نداره و ای که چالش های کلان جهانی داره این مبارزه با پولشویی که دست حکومت افغانستان کوتاه کرده. طبعا از یک طرف این مشکل از کاملا در توان حکومت افغانستان نیست که پولشویی زیر بگیره، ولی از طرف دیگه چیزایی هست که حکومت افغانستان میتونه برای انجام بده، اما به دلایل مختلف، هم به دلیل کمبود ظرفیت ها و هم به دلیل خود دخیل بودن افراد حکومتی در یک اقتصاد جرمی که از این نفع میبرن و بالاخره اونا اجازه نمیتن که امی قانونی که قانون منیپولشویی که ساخته شده به شکل درست تطبیق شوه و یا هم مثلا سیستم حواله به شکل درست تنظیم شوه و افرادی که خلاف کار میکنن به اونا برخورد جدی صورت بگیره. بنا به بودن فساد و فساد گسترده‌ای که وجود داره، تمام قوانینی که وجود داره در رابطه و تمام مقررهایی که وجود داره بسیار با آسانی صرافای مثلا بعض صرافای سرای شاهزاده میتونن بسیار با سادگی از او با وجود از که خلاف از او عمل میکنن خود را به یک شکل پای خود میکشن و میتونن که امکارهای غیر قانونی خود را به شکل دوامدار ادامه بدن
و بدون از اینکه کس از اینا پرسان بکنه و اگر حتی اگر در کدام مورد از اینا پرسان هم صورت میگیره طبعا که به خاطر بودن فساد میتونن بسیار با آسانی از این مشکل خود رها بکنن و بالاخره به اون کار غیر قانونی خود اینا ادامه بدن. ادامه یک چنین وضعیته از نظر شما و با توجه به ارزیابی که شما از وضعیت افغانستان میکنین مخصوصا در بحث اقتصادی چه پیامد بر وضعیت اقتصادی افغانستان و چه پیامد بر وضعیت سیاسی افغانستان در کوتاه مدت و دراز مدت داره؟ طبعا از یک لحاظ اعتبار افغانستان بسیار پایین میبره، اعتبار افغانستان در به سطح به شکل سیاسی هم پایین میبره و همچنان در بازارهای مالی هم اعتبار افغانستان بسیار پایین میبره. برای کسایی که میخوان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن برای اونها هم این بسیار یک مسئله مهم است که اعتبار افغانستان در این مورد بالا باشه، اما متاسفانه بنابر امی که حکومت افغانستان یا افغانستان در کل به حیث یک کشور شناخته میشه که یک خطر است برای امنیت جهانی و میتونه که زمینه سازی بکنه برای تمویل تروریسم و اقتصاد جرمی به سطح جهان، اعتبار افغانستان پایین میره و میتونه که امو زمینه سرمایه گذاری که باید وجود داشته باشه او را کمتر میسازه و یا از بین میبره و سرمایه پاک که از بیرون میتونه بیاید اینجا به شکل سرمایه گذاری شود که به نفع مردم افغانستان باشه، کار ایجاد بکنه، اقتصاد افغانستان رشد بکنه، مانع از او میشه و از طرف دیگه زمینه سازی بر از این میشه که پولهای که از مواد مخدر و شبکه های جرمی سرازیر میشه به افغانستان بسیار با آسانی راه پیدا بکنه و اینجا تمویل بکنه تروریسم مواد مخدر و کاروبار مواد مخدر و بالاخره یک اقتصاد جرمی ادامه پیدا بکنه، شبکه های جرمی تقویه شون و بالاخره دولت دمی ضعف و شکنندگی که وجود داره در ادامه پیدا خواهد کرد و متاسفانه که مردم افغانستان بزرگترین قیمت از این را خواهد پرداخت. بسیار کوتاه در مورد بانک ها پیشتر اشاره کردین. بانک ها در افغانستان زمینه پولشویی را فراهم کردن و وضعیت بانک ها در افغانستان زیاد خوب نیست، یعنی قابل اعتبار نیست کارکرد بانک های افغانستان؟ خب تمام بانک ها یکسان نیست. بانک هایی هست که بسیار از لحاظ کنترل داخلی خود بسیار دقیق هستند و تمام مواردی که نیاز است که اینا باید داشته باشن اونا را دارن، اما یک تعداد بانک‌های زیاد دیگه هست که اونا اصلا کنترل وجود نداره بالای از اونا و شما میتونین بسیار به سادگی از حواله پول را ببرین به بانک، از بانک ببرین به حواله و از سیستم غیر رسمی ببرین به بانکی و پول‌ها را بسیار با آسانی شما برای زمینه سازی بکنین که پولشویی صورت بگیره. امی که بانک‌های ما امی کنترل نداره، یک تعداد زیادشان البته این زمینه سازی میکنه برای از اینکه پولهای غیر مشروع از مواد مخدر، از شبکه های جرمی که قاچاق انسان است و تمام موارد دیگه جرمی که وجود داره، فساد است از ادارات دولتی که فساد صورت میگیره، این افراد بسیار با آسانی پول را میتونن به بانک ببرن و از بانک های از اینجا انتقال بدن به بیرون از افغانستان و این که امروز اتحادیه اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا به این فکر است که امی پول ها به اونا به کشورهای از اونا را پیدا نکنن، دلیل اساسیش همی است که بانک های ما اینجا نتونسته که مانع از این شوند که پول ها از افغانستان به سادگی بیرون نرود. ممنون حضورتان آقای افضلی. سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، حزب‌های سیاسی و نهادهای جامعه مدنی خواسته است تا افراد توانمند را در کمیسیون‌های انتخاباتی برگزینند. سازمان ملل با نشر خبرنامه خواهان نهایی شدن نتیجه انتخابات پارلمانی نیز شده است. تا پایان هفته روان نهادهای جامعه مدنی و اسپای سیاسی فهرست چهره‌های مورد نظرشان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی را در اختیار حکومت قرار می‌دهند. قرار است تا پایان هفته آینده تمامی کمیشنران و رؤسای دبیرخانه کمیسیون‌های انتخاباتی در یک رأی‌گیری از سوی نامزدان ریاست جمهوری برگزیده شوند. اما نگرانی ها از احتمال برخورد های جانبدارانه نامزدان ریاست جمهوری برای گزینش کمیشنران جدید کمیسیون انتخاباتی نیز وجود دارد. یکی از مشکلات دیگه است که اگر اعضای کمیسیون متحد یک پارچه و یک دست نباشه و در بین نامزدان انتخاباتی تقسیم شوند، این میتونه باعث یک بروز مشکل دیگه به افغانستان شود. خواستن بعد از اینکه تمام صلاحیت ها را از کمیسیون گرفتین دوباره به دارالانشا سپردین. کمیسیون بیشتر نقش سمبولیک داره که
باید مسئولیت بپذیره، اما صلاحیت ها همه انتقال یافته به دارن انشاءالله. اگر رئیس جمهور و همین نامزد دیگه ریاست جمهوری میخوان که افغانستان هم جایگاه خود حفظ بکنه، احترام برش باشه و پروسه های ملی و دموکراتیک در افغانستان به خوبیش تطبیق شوه، همیال بیشتر منفعت شخصی خود فکر نکنن، بر بخاطر منافع اولیای کشور اشخاص خوب انتخاب بکنن. سازمان ملل متحد نیز از تغییرات در کمیسیون های انتخاباتی استقبال کرده است و انتظار دارد که افراد توانمند در کمیسیون های انتخاباتی برگزیده شوند. از سوی هم نامزدان ریاست جمهوری تاکید دارند که برای برگزاری انتخابات شفاف و کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی به گونه جدی تلاش خواهند کرد. تولونه مهمه داده چه سیستم جور نشی، نو که هر څومره تاسو یو وړ کمیشنر راوړی، اول ته اداري سیستم هغه چوکاټ د رایو او د شمیرلو خرابی، نو بیا هم ټاکنې رڼې نشي کېدای. فقط و فقط من شخص سره انتخاب میکنم که او تعهد به خدا داشته باشه و عشق به وطن، محبت بر مردم افغانستان، فقط منافع اولیای کشور و مردم خود مد نظر بگیره. افغانستان در جریان سالهای گذشته بیش از $1 میلیارد برای برگزاری انتخابات ها هزینه کرده است، ولی تا کنون موفق به ایجاد نهادهای معتبر انتخاباتی نشده است. حال دیده شود راهکار جدیدی که برای گزینش کمیشنران کمیسیون انتخاباتی ایجاد شده تا چه اندازه سبب ایجاد نهادهای معتبر انتخاباتی در کشور خواهد شد. در مورد چگونگی گزینش کمیشنران جدید برای کمیسیون های انتخاباتی و در کل انتخابات ریاست جمهوری آینده بیشتر بحث میکنم. آقای نظریه پریانی روزنامه‌نگارم اینجا با من هستن. آقای پریانی بسیار تشکر که وقت گذاشتین. در آغاز میخوایم این گونه بپرسم که حداقل چگونه باید مطمئن شد که حکومت افغانستان این بار سلیقه انتخاب نمیکنه، هرچند فرصت داد به حزب‌های سیاسی و نهادهای جامعه مدنی که افراد مورد نظرشان معرفی بکنن برای انتخاب در گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی؟ ببینین، بحث فرصت دادن به جریان های سیاسی درست است، یک بحثی است که ناشی از یک سلسله فشارها و به اساس یک طرحی که از طرف جریان های سیاسی نامزدان انتخاباتی به حکومت ارائه شده و در نهایت او قبول شده صورت گرفته. اما آنچی که سلامت انتخابات آینده افغانستان تضمین میکنه، او شکل گرفتن اراده سیاسی است. ما اگر در ریاست جمهوری افغانستان اراده سیاسی را برای برگزاری یک انتخابات شفاف داشته باشیم، شما با معمر خیل میتونین یک انتخابات شفاف دایر بکنین. اگر تخطی کرد، مثل که امروز از آقای صیاد پرسان میکنین، میتونین از معمر خیل هم پرسان کنین. به عنوان نمونه، اگر شما بخواین که انتخابات شفاف برگزار نکنین، درست؟ یک انتخابات درست برگزار نکنین، ولو که من دو عضو از کمیسیون و کمیشنر باشم، شما هم باشین، دو سیز ما هم برن همونجا، بازم انتخابات شفاف دایر نمیشه. اراده سیاسی تنها مربوط میشه با حکومت افغانستان؟ دقیقا. اگر حکومت بخواید یک انتخابات شفاف برگزار بکنه، اول اراده سیاسی رو برای ازی بسیج میکنه، باز میتونه با همین سیستمی که جدیدن در نظر گرفته شده یا به اساس اون سیستم قبلی حداقل در انتخابات ریاست جمهوری شاید سران حکومت جایگاه خودشان را در خطر میدیدن، اما انتخابات پارلمانی را چرا به درستی نخواستن برگزار شود؟ من یک زمان دیگه هم در گفتگو با شخص شما در تلویزیون یک گفتم که تا جایی که من من حیث یک کنشگر در جامعه سیاسی، من حیث یک تحلیلگر در این وضعیت سیاسی و من حیث یک روزنامه‌نگار فعال سیاسی میبینم، تمام حرکت هایی که در سالهای پسین صورت گرفته، قوس و کش هایی که داره در قبال انتخابات انجام میشه، ایست که انتخابات به یک موجود ناپسند با یک پدیده مردود در افغانستان تبدیل کنن، به یک پدیده مردود ناپسند، و اینا میخواین که اصلا انتخابات مقبول همه واقع نشه. چون در بحث انتخابات که وارد میشیم، شما یک نوع شفافیت را میخواین به وجود بیارین که از دل او تغییر قدرت سیاسی در افغانستان صورت بگیره. گروه های در اینجا هستن که قدرت خیلی حیثیتی برای خودشان میدانن و فکر میکنن که جابجایی انتخابات به عنوان یک بستر برای تحول قدرت سیاسی قدرت از دستشان میگیره.
اینا فکر میکنن که یک منافعی را که برای خودشان تراشیدن حالا به هر صورت این از دست میده. به این خاطر تلاشایی است که انتخابات ها با گذشت زمان خراب شوه، به حد برسه که جای زیر این انتخابات از قاعده بیایه به یک روپوش تبدیل شوه، مثل برخی کشورهایی که ظاهرا انتخابات میکنن و باز یک نفر در روی میشه برنده است، این کار اینا هم بکنن که اصل زیاد انتخابات نباشه تا مو ملاحظات و ملحوظات را که اینا میخواین در بودی سیاسی در افغانستان محفوظ باقی ببانه و به دست باشه. امین، اینایی که میخواهند شما میگین کیا هستند؟ یقل در چند انتخابات گذشته که در افغانستان برگزار شده جامعه جهانی نقش خودش داشته و به عنوان ناظر و همکار مستقیم با بحث انتخابات در افغانستان کار کرده. آخرین مورد امروز سازمان ملل گزارش منتشر کرده و گفته که باید حکومت افغانستان، نهادهای جامعه مدنی و حزب‌های سیاسی در افغانستان تلاش کنند برای گزینش درست در کمیشنران انتخابات، کمیسیون‌های انتخاباتی آینده و بحث انتخابات ریاست جمهوری. جامعه جهانی هم نخواسته که به درستی در افغانستان انتخابات برگزار شود. من فکر میکنم که جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا، کشورهایی که افغانستان را کمک میکنند، حتی همسایه های ما و شما، اینا همه منفعتشان مسلماً در وضعیت باثبات افغانستان است و جامعه جهانی سعی کرده که همیشه از روند انتخابات در افغانستان حمایت بکنه. منکر رو نمیتونیم باشیم، اما همین جامعه جهانی در موارد هم آمد از یک وضعیت تقلب‌بار حمایت کرد، بالاخره به او تن داد. اما نکته اصلی است که گروه های رادیکال در داخل افغانستان که نگاه ایدئولوژیک دارن به قدرت سیاسی، اینا در پی حذف انتخابات هستند و میخواین گزینه های سنتی و قدیمی برای حفظ یا دست کردن قدرت بین خودی ها فقط وجود داشته باشه و انتخابات به عنوان عرصه و بستر نباشه که قدرت از دست آقای اکس به دست آقای وای انتقال بده. انتخابات را چگونه باید از محور این افراد خارج کرد و واقعا رسید به انتخابات درست در افغانستان، هرچند با تجربه ناکامی که ما از انتخابات های گذشته داریم؟ فشاری که حالا آقای غنی دیده از بود تمسک به رویه های تقلبی در انتخابات ها و همین رسوایی که در انتخابات پارلمانی شد، رسوایی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته که ما حاصلش وضعیت موجود است داشتیم، اینا همه حالا به قوت تبدیل شدن که اگر درست از این مرحله ها استفاده شود و جریان ها و نهادهای سیاسی واقعا فشار را وارد بکنن بالای حکومت، ما میتونیم شاهدی باشیم که انتخابات پیشرو حکومت وادار شود که اراده سیاسی برای برگزاری یک انتخابات شفاف دایر بکنه، با وجود بیاره برای برگزار کردن یک انتخابات شفاف. اگر این فشارهای لازم صورت نگیره، باز هم احتمال داره جریانهای سیاسی و نهادهای مدنی حالا نمایندگانشان بفرستن به کمیسیون انتخابات و تعدادی از اونا هم از طرف جریان ها و عذاب اینا رأی لازم خودشان بگیرن و بین عضو کمیسیون انتخابات شوند. اما در صورتی که شما باز اراده را نبینین، در این صورت ممکن است که انتخابات آخه پدین یک چیز را صادقانه باید صحبت اصلا بنبست ایجاد شود. امی جریان های سیاسی که شما ازشون سخن میزن این در افغانستان، اینا خودشون چقدر به دموکراسی و به انتخابات باورمند هستند؟ به دلیل این که حداقل در انتخابات پارلمانی یک عالمه از مشکلات وجود داشت، یک انتخاباتی که 4 ماه است هنوز نتیجهش اعلام نشده، اما یک بخش کلان از این جریان های سیاسی به دلیلی که افراد مورد نظرشان رأی گرفته ساکت هستند و صدایشان نمیبره در برابر یک چنین فاجعه. چگونه باید بیدار کرد این جریان های سیاسی را و اینا نقش منفعلشان چگونه باید فعال شود؟ مشکلی که در افغانستان وجود داره است که یک طرف اگر حکومت دارای اشکالاتی هست، جریان های سیاسی هم رقمی که شما مطرح کردین، اینا هم بر بنیاد برخی ارزش های درست حرکت نمی کنن. افراد در اینجا من منافع خودشان را سبک سنگین می کنن و بر بنیاد او تصمیم می گیرن. حالا شاید در میان افراد سیاسی، در میان رهبران سیاسی افغانستان، شخصیت های خوب هم باشن که شاید از بد روزگار در یک موقعیت قرار می گیرن، اما در مجموع وقتی که ما می بینیم وضعیت سیاسی به شکل بسیار مبتذلانش در افغانستان هرزی وجود کرده و سیاستمداران ما متاسفانه بسیار مبتذل عمل می کنن در تصمیم گیری های سیاسیشان و این
دلایل بسیار واضح داره، از جمله ای که نحوه سیاست در افغانستان متاسفانه بر اساس قانون به شکل حزبی ساختاربندی نشده و این سبب شده که ما احزاب درست و تصمیم گیر و احزاب با برنامه نداشته باشیم که در فرصت‌های تصمیم گیرندگیشان به چند پارچه تقسیم نشن. یکی نوع وضعیت پراکنده و هرج و مرجی که در جامعه سیاسی افغانستان به وجود آمده فرصت‌های کلانی را برای حکومت افغانستان هم بدست داده که مثلا آقای غنی بخواهی از هر کدام این فرصت‌ها به عنوان یک ابزار به منافع خودش استفاده بکنه. یعنی وقتی که ما می‌خواهیم به مسئله اصلاحات انتخاباتی بر بگردیم و در این خصوص صحبت بکنیم، انتظار داشته باشیم که انتخابات شفاف برگزار شوه. اگر یک طرفی از این حکومت افغانستان از جانب دیگه از این مسلمن امو اراده و ظرفیت های جریان های سیاسی برای تاثیرگذاری و وادار کردن حکومت هم به کار خوب است، اما وقتی که جریان های سیاسی منفعل باشن و اینا قد و اندامشان برابر او انتظاراتی که جامعه سیاسی و مردم افغانستان داره نباشه، در اون صورت با زمین یا شمی کاسه باقی خواهد ماند. ممنون حضورتان آقای پریانی. در پی نبرد میان افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی چعاب تخار دو کارمند معدن طلای نورابه جان باختند. سخنگوی والی تخار میگوید بارها از فعالیت زورمندان در این ولسوالی و ویژه در بخش معدن طلای این ولسوالی با حکومت مرکزی شکایت کرده، اما هنوز هم این زورمندان دست به درگیری میزنند. اینان خانواده هایی هستند که در پی جنگ از ولسوالی دشت قلعه تخار بیجا شدند. بر بنیاد گفته های باشندگان محل، از دو هفته به این سو نبرد میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در ولسوالی دشت قلعه جریان دارد. برخی فعالان جامعه مدنی خواهان رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان و پایان جنگ در این ولسوالی هستند. حداقل امکانات اندکی را که دولت محلی تخار در خدمت از اونها قرار داره متاسفانه یک بسنده نیست و کافی نیست. ما از حکومت محلی و حکومت مرکزی جدا تقاضا میکنیم که برای ازی ناامنی ها نقطه پایان بگذاره. حکومت محلی البته از کمک های حالت اضطرار به اونها هم کمک کرده، ما در قدم نخست برای 3000 تن نان خشک و قیماق در نظر گرفت. اما نبردهایی که هر از گاهی در ولسوالی چاه آب این ولایت قربانی میگیرد به دلیل فعالیت افراد زورمند دانسته می شود، آن هم به خاطر معدن طلایی که در این ولسوالی وجود دارد. در آخرین نبرد دو کارمند معدن کشته و یک پلیس زخمی شده است. حکومت محلی اما برای جلوگیری از این معضل ناتوان به نظر می رسد. چند بار ما مرکز دجریان قرار دادیم، مرکز هیئت با صلاحیتی را از اونجا روان کردن، قضیه زینا را یک مرتبه بررسی کردن، جنجال ها فروکش کرده بود، ولی در این اواخر باز اینمین جنجالی معدن اونجا یک اندازه بعضی درگیری ها را بین افراد مسلح غیر مسئول اونجا ایجاد کرده. فعالیت افراد مسلح غیرمسئول در یک دهه پسین در بخشهایی از کشور یکی از نگرانی‌های جدی شهروندان بوده است. هرچند حکومت چند بار افراد پرنفوذ نظامی در چندین ولایت را بازداشت کرد، اما آنان دوباره رها شدند. آنچه به نگرانی‌ها بیشتر دامن زده این است که تا کنون راهکاری هم برای حل چالش‌های برخاسته از فعالیت‌های افراد مسلح غیرمسئول مشخص نشده است. رئیس جمهور ایران میگوید قدرت امروز ایران قدرت منطقه است. حسن روحانی میگوید که ایران و کشورهای دوستش یک قدرت سرافراز دفاعی را در منطقه به وجود آوردند. روحانی هنگام رونمایی یک موشک کروز نیروهای دریایی ایران از برنامه موشکی این کشور نیز دفاع کرده میگوید ایران از قدرت خود برای تهدید کشورهای منطقه استفاده نمی کند. خبر و تحلیل از یکمین خبر بود. ممنون از این که با یک استید وقتتان خوش. خدا نگهدار.